گلبدین حکمتیار. حکومت ظالم و مستبد دوام نمی آورد. فوز کوفی در فرمان طالبان در مورد زنان چیز جدید وجود ندارد. غیبت طالبان در سازمان ملل و پیامدهای آن. و قطعه به نام طوفان در روزهای آینده طوفان برپا خواهد کرد. باید خدا به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. گلبدین حکمتیار. حکومت ظالم و مستبد دوام نمی آورد. رهبر حزب اسلامی گفته حکومت ظالم و مستبد در افغانستان دوام نمی آورد. با گزارش سپوتنیک به نقل از آماد نیوز. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در خطبه نماز جمعه گفته که در تاریخ ما گای پسر پدر را کشته، وقت هم برادر پدرت را کشته، هنگام هم شاگرد استاد را کشته. وای تاکید کرده که تنها حکومت های دوام می آورند که بر رضایت مردم باشد و عدالت در آن تامین باشد. پیش از این آقای حکمتیار گفته بود که با عودت رهبران طالبان به کابل پروسه تشکیل حکومت جدید آغاز خواهد شد. عهدهای طالبان اخیراً با آمده کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرده بودند. فوزی کوفی در فرمان طالبان در مورد زنان چیز جدید وجود ندارد. پس از فرمان ملا هیبت الله رهبر طالبان در مورد حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی، سیاستمداران و فعالان حقوق زنان افغانستان میگوید که در این فرمان کدام چیز جدید وجود ندارد. با گزارش سپوتنیک، فوز کوفی سیاستمدار و فعال حقوق زنان افغانستان در حساب تویتری خود نگاشته است: آنچه در اعلامیه طالبان در مورد ازدواج و حق انتخاب همسر برای زنان آمده، سالها قبل در قانون منع خشونت آمده بود. بهتر از همان قانون را تطبیق نموده و اجازه دهند زنان و دختران افغانستان از ابتداترین حق انسانی و اسلامی یعنی حق کار و تحصیل استفاده کنند. پس از نزدیک به 120 روز از حاکمیت طالبان بر افغانستان و خواسته های پیاپی جامعه جهانی از این گروه برای تامین حقوق زنان، ملا هیبت الله رهبر طالبان نخستین فرمان را برای تامین حقوق زنان صادر کرد. در ماده دوم این فرمان آمده است که زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است. با این حال در این فرمان اشاره به حفظ دستاوردهای زنان افغانستان در دوران حضور نظامیان خارجی در این کشور از جمله در حوزه آموزش و فعالیت حرفه‌ای نشده است. در فرمان ملا هیبت الله خانزاده ازدواج اجباری زنان رد شده است. رهبر طالبان در ماده اول این فرمان نگاشته است: رضایت دختران بالغ در نکاح ضروری است. گفتگوی توماس با مقامات قطری در مورد افغانستان. توماس نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد افغانستان صحبت کرده است. توماس امروز جمعه 12 قبل در تویترش نگاشته است که در مورد آینده افغانستان با محمد بن عبدالرحمن وزیر امور خارجه قطر و محمد مشاور امنیت ملی قطر گفتگو کرده است. توماس همچنان حمایت و عملکرد قطر را در قبال افغانستان قابل ستایش خوانده است. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت این کشور است و از نشست های بین طالبان افغان ها و امریکایی ها نیز میزبانی می کند. توماس نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان در اوایل این هفته با یک هیئت عالی رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این گروه نیز دیدار و گفتگو کرده بود. یک گروه 250 نفره از پناهجویان افغان با حمایت مالی خصوصی وارد کانادا شدند. وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا با انتشار اعلامیه‌ای نگاشته است: یک گروه 250 نفره از پناهجویان افغان روز گذشته پنجشنبه 11 قوس با حمایت مالی گروه‌های شخصی خودشان وارد این کشور شدند. در اعلامیه وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا آمده است: برای آنهایی که به تازگی به کشور وسیع و سرد ما آمدند، حامیان مالی آنها استقبال گرم می‌کند. بدون شک حمایت مالی شخصی از پناهجویان تازه وارد کمک بزرگ برای رشد و زندگی آنها در جامعه جدیدشان محسوب می‌گردد. انتظار استقبال از افراد جدید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده را داریم. حامیان مالی شخصی به مهاجران تازه وارد در این کشور در مخارج روزمره مانند پیدا کردن خانه، غذا و لباس کمک می‌کند. دولت کانادا به دنبال سقوط دولت پیشین در افغانستان وعده سپرد که 40,000 پناهجوی افغان را می‌پذیرد.
این کشور اعلام کرده که علاوه بر آن دسته از افغانهایی که با نیروهای کانادایی در افغانستان همکاری داشتند، با دیگر افغانهای آسیب پذیر مانند فعالان مدنی، خبرنگاران و یا نیروهای مقامات پناه می دهد. کانادا تا اکنون طی بیش از 100 روز بر حدود 4000 پناهجوی افغان اجازه ورود به خاک خود را داده است. غیبت طالبان در سازمان ملل و پیامدهای آن. سهیل شاهین فرستاده تعیین شده طالبان برای سازمان ملل از تصمیم کمیته ویژه این سازمان مبنی بر عدم اعطای کرسی افغانستان به گروه طالبان انتقاد کرده و آن را غیر عادلانه خوانده است. او روز پنجشنبه 11 قبض در توییت نگاشته است که کمیته ویژه سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که فعلا کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل به دولت جدید افغانستان واگذار نشود. شاهین نگاشته است که این تصمیم آنها یعنی سازمان ملل مبنی بر اصول و عدالت نبوده، زیرا حق مشروع مردم افغانستان را گرفته است. او افزوده است ما امیدواریم که در آینده نزدیک در سازمان ملل متحد این حق به نماینده دولت افغانستان واگذار شود تا بتوانیم مشکلات مردم افغانستان را به نحو مؤثر و بهتر حل کنیم و تعاملات مثبت را با مردم جهان داشته باشیم. کمیته اتباردهی سازمان ملل برای پذیرش نمایندگان رسمی کشورها تصمیم گیری درباره کرسی افغانستان را به یک زمان دیگر تعلیق کرده است. همان گونه که در واکنش طالبان به تصمیم کمیته بررسی اعتبارنامه های سازمان ملل نیز مشهود است، این تصمیم موجب نابودی طالبان شده است. این یک ناکامی بزرگ دیگر در عرصه شناسایی بین‌المللی دولت طالبان به حساب می آید. این در حال است که طالبان پیش از 100 روز پیش به قدرت رسیدند، همچنان خود را دولت مشروع افغانستان می دانند و خواستار شناسایی از جانب جامعه بین‌المللی هستند. آنها ادعا می کنند که همه شرایط لازم برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده کردند و اکنون توپ در زمین جهان است. همچنان تازه قطعه به نام طوفان در روزهای آینده طوفان برپا خواهد کرد. این قطعه کسان اند که در اردوی ملی بودند و بعد از تمرینات دوباره برگشتند و در کوههای هندوکش حضور دارند. جبهه مقاومت پیروز است. به نقل از رسانه ها، طالبان و رای دراز مدت به رسمیت شناخته شدنشان از سوی جهان. طالبان 20 سال تمام علیه نظام مورد حمایت جامعه جهانی جنگیدند. هزینه های سنگین مالی و انسانی بر کشورهای حامی افغانستان وارد کردند و سرانجام از رای نظامی بر افغانستان مسلط شدند. هنوز هم جامعه جهانی از تسلط دوباره آنها در قدرت نگرانی دارند. این کشورها تحویلن گفته که طالبان رابطشان را با گروه های حراس افغانان در منطقه قطع نکردند و همچنان تهدید برای منافع ملی آنان به حساب می روند.